پیدا نمیبر بری رحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المجاهدين محمد عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم در آیه که تلاوت شد پروردگار می فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه از مسلمانان کسانی هستند مردمی هستند که وفا کردن به عهدی که با خدای خود بسته بودن تعهدی که با خدا بسته بودن در روز اول به او تعهد خود وفا کردن و از این جمله کسانی بودن که در راه خدا شهید شدن جام شهادت نوشیدن و تعدادی دیگری که انتظار شهادت دارند. و به اون چیزی که با خدای خود تعهد کرده بودن و ما بدلو تبدیلا در اون تعهد خود پایدار ماندن ثابت قدم ماندن و هیچ گونه فشار و خستگی جنگ و طولانی شدن جنگ و مشکلات اقتصادی و فامیلی و همچنان مسائل در تعهد از و در ثبات و پایداری از و تغییر وارد نکرد و او مردمی که منتظر ماندن و هنوز شهید نشدن در چیزی که تعهد کرده بودن پایدار هستن و هیچ گونه تغییر و تبدیل در او وارد نکردن. قومندان صاحبای محترم، برادران مجاهد، السلام علیکم. خداوند به نهایت سپاسگزار هستم که امروز بعد از گذشت 2 سال و چند ماه بازم توفیق از این را پیدا میکنم که با برادرای چون شما در زیر از این سقف به بار دیگه جمع میشم و با شما برادرا صحبت میکنم و شما را زیارت میکنم. برادرایی که مطابق به آیه که تلاوت کردم واقعا که زحمات جنگ، خستگی های جنگ، طولانی شدن از این مبارزه در تعهد که بسته بودن در تعهد زیاد تغییر ناورده و همی که امروز میبینم که تعدادی از قماندان صاحبا در ایجا جمع هستن خود نشاندنده یک بار دیگه تعهد شما به اسلام است و تعهد شما به خدایی که بسته بود و جای افتخار است که با همچه برادرایی در این شب مبارک من ملاقات دارم و صحبت دارم و با استفاده از این فرصت درود فراوان میفرستیم بر روح پاک همه شهدای انقلاب اسلامی افغانستان، به خصوص شهدایی که طی 2 سال اخیر برادرایی که شهید شدند، در رأس برادرایی چون قاضی سید کمال الدین که واقعا مجاهد نمونه و برجسته بود، قماندان صاحب عبدالحکیم و تعداد دیگه از برادرها. از خدا دعا میکنیم در خدمت به حضور پروردگار که پروردگارا همه شهدای ما را خودت مغفور بگردان، همه شهدا را در جوار رحمت خود داشته باش و این برادرایی که خاص از سبب الهی کلمت الله، از سبب محبت پروردگار، از سبب نجات مردم مسلمان افغانستان از چنگال ظلم کمونیست جانشیدین خود از دست دادن، خودان خود را ریختاندن. پروردگار در روز آخرت ای برادرها را در جمع شهدای بدر و احد محشور بگردن. برادرای نهایت محترم، شما در جریان هستین، در رادیو همیشه میشنوین که وضع کنونی امروز در جهان
با وضعی که 10 سال قبل بوده کاملا فرق کرده. نه تنها با وضع 10 سال قبل، بلکه با وضع 2 سال قبل، 1 سال قبل فرق کرده. وضعی که 1 سال پیش در جهان حاکم بود امروز او وضع وجود نداره، حالت دیگه در جهان حاکم است. هم از نقطه نظر فکری و ایدئولوژی، هم از نقطه نظر سیاسی، هم از نقطه نظر نظامی و اقتصادی، از نقطه نظرهای مختلف اگر به جهان امروز مورد بررسی قرار بکنیم، وضع موجود در سطح جهانی با وضعی که جهان در چند مدت قبل داشت تغییر یافته، حالت نوی به وجود آمده. یکی از تغییرات بسیار مشهودی از این که شما همیش در گذشته او را شنیده بودین که در جهان دو دپالوی دیگه بر قدرت ها، دو مرکز قدرت قوی وجود داره، که شرق و یکی غرب. دیگر یکی را بلاک کپیتالیستی غرب میگفتن که ما شما میشناسیم که در رأس امریکا بود، و یکی را که بلاک کمونیستایی که در شرق جمع شده بودن به سرپرستی شوروی در شرق جمع شده بودن. دیگر اون موازنه که در گذشته بود و این دو مرکز قدرتی که در گذشته در جهان مطرح بود امروز مطرح نیست. به این معنا که دیگر در جهان امروز و در صحنه سیاسی کشور یا امپراتوری یا مرکز دیگر به نام جماهیر اشتراکی سوسیالیستی شوروی وجود ندارد. این مرکز بر هم خورده، پاشان شده، امپراتوری در هم شکسته، و با شکست از این امپراتوری در جهان مسئله دو قطبی که در جهان مطرح بود، یک طرف امریکا و یک طرف روسیه، یک طرف شرق و دیگر طرف غرب، بر هم خورده و چیز جدیدی به وجود آمد. و با این چیز نوی که در جهان به وجود آمده، اصطلاح امروزیش میگن که فقط یک قطب باقی مانده که امریکاست و کشورهایی که در دور امریکاست و با امریکا بوده. و طبعا زمانی که یک مرکز مثل اتحاد شوروی سابقه بر هم میخوره، کشورهای آزاد میشه، حالت نوی که در او کشور رخ میده در وضع جهانی قسمی که پیشتر گفتم تغییر واضحی است که رونما میشه. و این تغییر نه تنها به این سطح بوده که یک کشور به نام اتحاد شوروی از بین رفته، بلکه از این که دوامدتر از این امپراتوری شوروی که دوامدتر چیزی که به وجود آمده و چیزی که همه جهانیان در یک دفعه متوجه خود ساخته، و او ایست که اصلا ایدئولوژی کمونیست، مفکوری که تقریبا چندین میلیون نفوس در تحت سیطره خود داشت، به ده ها کشور او نظام پذیرفته بود، او عقاید قبول کرده بود، امروز دیگه اصلا ایدئولوژی به نام کمونیسم در جهان مفهومی نداره. او یک چیزی شکست خورده است و چیزیش که به تاریخ سپرده شده. دیگه این عقیده اصلا در جهان امروز از این به بعد فعلا مقدر مطرح نیست، شاید چند سال بعد اصلا در جهان دیگر مطرح نباشه. نفس شکست ایدئولوژی کمونیسم، پاشان شدن روسیه، قسمی که پیشتر اشاره کردم، وضع جدیدی را به وجود آورد. و ما خدا را نهایت بازم سپاس میگذاریم که در این طرد ایدئولوژی کمونیسم از جهان، در شکست اتحاد شوروی، در آزاد شدن حزب در ده‌ها کشور اسلامی و غیر اسلامی، جهاد مسلحانه ملت مسلمان افغانستان، جهاد زحمت و تکلیف خرد و کلان مردم افغانستان، از بیوزن طفل گرفته تا ریشتفید و شیخ فانیش تا مجاهد تفنگ بدشتش، نقش داشته و رول داشته. و این تحولی که امروز در جهان آمده، وضع جدیدی را که ایجاد شده، بدون شک امروز همه به این قائل هستند که در پالوی سایر عوامل، یکی از عوامل عمده مسئله جهاد ملت افغانستان بوده. و این جهاد به حد با ارزش بوده، این جهاد با حد وزن داشته که در وضع جهان دگرگونی ایجاد کرده، در جهان تغییر آورده و حالت نوی را سربرا ساخته. دیگه به این ترتیب چون در آن جهان تغییر آمده، از نقطه نظرهای مختلفی که من پیشتر اشاره کردم، از نقطه نظر مسائل ایدئولوژیک و مفکوروی، از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر نظامی، از نقطه نظر اقتصادی، طبعا وقتی که در آن یک تغییر آمد، این تغییر با جهان به هم پیوسته که ما و شما امروز داریم، این سر همه کشورها تأثیر میپرده، سر همه ملت ها تأثیر میپرده، و افغانستان هم که خود به تغییر جهان نقشه داشته، طبعا این وضع پس سر خود افغانستان هم تأثیر میپرده. و
پس این واسه سر جهاد موضوع هم تأثیر میپرده. او جریانی که چند وقت قبل بود، او حالت طبیعی که موضوع چند وقت قبل در روان بودیم و فکر میکردیم از این نقطه جهاد شروع کردیم و به این ترتیب پیش میره، دیگه او واسه هم تغییر خورده، حالت در ماحول ما تغییر خورده، در سطح بین المللی تغییر خورده، قسمی که بیشتر اشاره کردم، این اثر هم داخت سر موتو، سر جهاد موتو، سر کشور موتو و حالت جدید به وجود آمد. دیگه به این اساس خود نفسی که وضع جدید در رابطه با جهان، در رابطه با افغانستان که مطرح است، این ایجاب میکنه که رهبرای جهادی افغانستان، ملت مسلمان افغانستان، روی شرایط جهادی، روی رسیدن به هدفی که در گذشته داشتن که آوردن حکومت استقرار، استقرار حکومت اسلامی در افغانستان، روی نحوه رسیدن به این هدف باید اثر فکر بکنن، اثر بیاندیشن، راه های حل مناسب جدید باید جستجو بکنن و این را پیدا کنن که از کدام طریق حال میتونن با این تغییری که به وجود آمده بتانن که به هدفش که آزادی افغانستان و مستقر ساختن حکومت اسلامی در افغانستان است، از کدام طریق باید بگو برست. انشاءالله تشریح کرده تانستم. گفتم که با تغییری که به وجود آمده لازم است به رهبرای ما، لازم است به ملت مسلمان، لازم است به هر مجاهد که فکر کنه حالی که تغییر آمده در وضع جهان، ما از این بعد چی باید بکنیم، چطور باید بکنیم، رایی را که تغییر آمده از این بعد چطور ادامه بکنیم. طبعا شورای نظام به ساحه وسیع از افغانستان در تصرف خود داره و این فضل پروردگار در سطح خوب نظامی و سیاسی مطرح است و جبهه پنشیر که ستون فقرات شورای نظار ماست، یه مسئولیت داره برادرایی که در اینجا مسئول هستن، فرد مجاهد شورای نظار و خصوصا جبهه پنشیر وظیفه دارن، رسالت دارن، مکلفیت دارن که روی اوضاع جدید فکر بکنن، سر از این بیندیشن که آلی که وضع تغییر کرده، رای رسیدن به هدف رای معقول ترش کدام است و دوباره سر همه کار روایی خود تجدید نظر نه، فکر دوباره بکنن که تا اینجا که آمدیم از این به بعدش چطور باید بره. ما به اساس از اینکه قسمی که اشاره شد که جبهه پنشیر حیثیت ستون فقرات در بین شورای نظار داره و الحمدلله که این جبهه در اثر لطف پروردگار و در اثر زحمت و تکلیف و عرق ریزی شما برادران و شهید شدن صدها برادر دیگه ما و زحمت آن از این مردم قهرمان از این دره دیگه در گذشته هم در سطح خوب مطرح بود، من حیث سمبول جهاد شناخته می شد، من حیث مرکز نظم شناخته می شد، مرکزی بود که از این نظم نشأت کرد، توسعه یافت و دیگه منطقه را فرا گرفت و از این منطقه بود که به لطف پروردگار یک سلسله کارهای عمده و نو و بکر در افغانستان صورت گرفت. دیگه من لازم دانستم که در شرایط موجود و متحول فعلی پیش از این که از دیگه منطقه شروع کنیم کارا، پیش از این که با دیگه مشوره بکنیم، بهتری را دانستم که اولین بار دوباره در پنشیر بیاییم و دوباره با مجاهد پنشیر، با عالم پنشیر، با موسفید پنشیر، با این مردم اولین بار دوباره مشوره کنیم، صحبت بکنیم، وضع جدید بررسی بکنیم و راه‌های حل خدا توفیق بده برای آینده پیدا بکنیم. به این اساس شما را امشب تکلیف دادیم و چون این مسئله عادی نیست، مسئله سرنوشت ساز است، هر کدامتان در رادیو مسائل مختلف هم میشنوین، شاید در ذهن هر کدامتان فعلا سوالا باشه که صلح ملل متحد چیست، آزاد شدن کشورهایی که در آسیای مرکزی چی تأثیر سر ما داره، پاکستان که در این روزا روابط خود با حکومت کابل برقرار کرده دلیلش چیست، یا این دیما چطور خواهد شد، ایران که در ایج گندم میاره و با حکومت کابل یا با مردم دیگه که توضیح میکنه و سفارتی داره و با گذشت حضر روابط برقرار کرده، انگلستان که تیارای زیر ترمیم میکنه، ای تا دیروز وز دیگه چیز بود، امروز چرا این کارا به وجود آمده و یا این دی جهاد چی خواهد شد و ما کدام طرف خواهد رفتیم، طبعا این سوال هایش که در ذهن شماست و هر روزی که در رادیو میشنین این سوالات پیشتان بیشتر شده میره. دیگه طبعا به این که همه این مسائل تحلیل شوه، خدا بخواه به مشوره هم راه های حل ازی پیدا شوه و ما و شما دقیق باید دیده، لازم است که دقیق این مسئله
موی با موی و قدم با قدم مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرن و دقیق بفهمیم که ما در چه وضع هستیم، در چه حالتی قرار داریم و چطور باید بکنیم و کجا باید بریم. انشاءالله مسئله رو تشریح کردن استم. دیگه به این اساس چیزی رو که میخواستم سرش تأکید بکنم با او این مسئله است که در گذشته ها هر باری که تحول آمده، تغییر آمده، ما و شما مردم سست و بی اراده نبودیم که تابع این تجدیدیان تغییر شویم و ببینیم که چه قسم باد میوزه، بعد باز ما امو قسم به اصطلاح خود جهت بگیریم. در گذشته ها هم که بوده هدف ما ثابت بوده، رایی که میرفته مشخص بوده، ولو هر نوع تغییر و دگرگونی که میامده، آوازه ها و سر و صدا میشده و یک قسم معلوم میشده که امروز فردا قضیه افغانستان خلاص است یا مسائل مختلف دیگه که مطرح میشده، ما خدا را سپاس میگذاریم که به تعهدی که با خدای خود بسته بودیم که جز اسلام چیزی نمیخواییم، جز حکومت استقرار و حکومت اسلامی چیزی نمیخواییم، نه شهرت، نه قدرت طلبی، نه پول، نه هم مسائل ترس و جبن، هیچ چیزی ما و شما را از رسیدن به هدف مانع نشد و یا مسیر ما و شما را فضل پروردگار تغییر نداد در گذشته. و امروز هم مطابق با این که در اول تلاوت کردم، به یقین که همه ما و شما به اسلام تعهد داریم، با خدای خود تعهد بسته بودیم در روز اول و به می ترتیب فرد ما و شما تعهد کرده بودیم که تا استقرار رژیم اسلامی در افغانستان ما دست از تفنگ نمی برداریم، به می ترتیب تعهد کرده بودیم نه در گذشته. دیگه امروزم تعهد ما امو تعهد به خدا و به اسلام است. تعهد امو تعهد است که تا زمانی که حکومت اسلامی در افغانستان مستقر نشد از سعی و تلاش دریغ نمی کنیم. مگر این لازم دارد که آدم تحلیل بکنه وضع و راه های مطلوب و معقول رسیدن به هدف پیدا بکنه. تنها به شعار دادن این مشکل حل نمیشه. انقلاب ما در سطح نیست، در وضع قرار نداره که مثل گذشته واره که مردم غیر مسئول واره تنها شعار بده، یا یک تعداد برادرایی که در پشاور هستن فقط شعار بده. ما و شما با کارهای عملی رو بروستیم و ملتم منتظر است و جهانم میبینم و هم از مردم افغانستان است مجاهدین توقع زیر داره که چی وقتی حکومت اسلامی را در افغانستان مستقر میسازه. و این کار گفتم تنها به شعار دادن، تنها به مخالفت احساساتی با هر طرح و به هر برنامه کردن و این چیز پوره نمیشه و آدم به هدف رسیده نمیده. مگه شما را که تکلیف دادیم به می منظور که چون این مسئله یک مسئله حیاتی است، یک مسئله حیاتی به هر فرد مسلمانی که در افغانستان زندگی میکنه، یک مسئله حیاتی به عام مردم افغانستان و به عام جهان اسلام است، به این اساس بهتری دیدم که این جلسه را طولانی بگیریم، تقریبا یک هفته و هر روز 200-300 روی این مسئله تفسیره بکنیم و از اول شروع کنیم و تحلیل کرده بریم که وضع چی قرار است در ساحه نظامی، در ساحه اقتصادی، در ساحات مختلف و ما در ارتباط با این مسائل چی میکنیم و راه او طرف در دست پروردگار است در عالم امکانات، راه نجات از این مخمسه و از این وضع چی است و به کدام ترتیب ما میتونیم که از این وضع بیرون برویم و به هدف ما که استقرار رژیم اسلامی در افغانستان و کسب رضای پروردگار است به او هدف برسیم. طبعا در پولی از این مسئله لله الحمد ما و شما مسلمان هستیم و هر قدر که از اسلام چیزی یاد بگیریم بازم کم است. هر قدر که وقت در یاد گرفتن مسائل دینی ما صرف بکنیم بازم گفتیم که کمتر کار کردیم، خصوصا که یک مدت طولانی ما و شما سبب جنگ و جهاد نتونستیم که چی خود و چی دیدم منفرهایی که در ماحول ما و شماست این برادرها را در مسائل اسلامی خوبترتر وارد بسازیم و او بهترتر مسائل اسلامی را بفهم. به این اساس چون در حدود یک هفته ما و شما در اینجا مجلس می داشته باشیم و به شکل یک سیمینار کار دوام میکنه، دیگه لازمی دیدیم، بهتری دیدیم که دیگه یک سلسله درسای اسلامی هم همزمان با مسائل سیاسی و نظامی که تشریح میشه و اینجا دیگه یک سلسله مسائل اسلامی هم دست داده شود. اون مسائل اسلامی نه تنامی که تنها برادرهای تو فکر کنند که در مسجد جمع هستن دیگه امام در روز جمعه تبلیغ میکنه و براین و برن، بلکه مسائل دقیق تر از او و ای تو فکر کنند که واقعا یک مکلفیت دارن و یک درس است. و به همی اساس آدم و برادره که پیشتر شما طبعا او را شناخت دارین پیمان سایده، دیگه سبب از نیمی سیمینار و جمع شدن شما برادرها دمی زمستان او را از طالقان تکلیف دادیم
اینمی کوتلا رو و آدم پای کرده تیر کرده و امی جا آمده تا در خدمت شما برادرها باشد. از طرف دیگه چی امروز و چی فردا و چی ده ها سال دیگه که بگذره، جهاد چیزی است که مطابق به حدیث پیغمبر دیگه این دوام داره تا به روز قیامت. بعضی کسا به این طور فکر کنن که همین از صدای سلسله در افغانستان شنیده باشن، حل سیاسی را به این طور فکر کرده باشن، به این سطحی دیده باشن که حالا با همین قسم که مسائل و مطرح کردن ملل متحد دیگه در افغانستان جنگ و جهاد نیست و شاید دیگه از این به بعد ما با جهاد روبرو نباشه. دیگه اگه این قسم فکر کرده باشن فکر سطحی است و این فکر صاحبه نیست. و بعدتر که ما چند روز بعد تو مسائل تشریح کرده بریم، در طول تشریح متوجه میشیم که این جنگ طولانی است در افغانستان، اون به امیج پایان نمیرسه و نقطه ختمش هم امیج نیست. به این اساس به هر مسلمان لازم است که تا میتانه از نقطه نظره مثل که در مسائل اسلامی وظیفه و مکلفیت داره که چیزی بیشتر بفهمد، هر مسلمان به خصوص هر مجاید لازم است که هر روز در مسائل نظامی چیزی بیشتر یاد بگیره، چیزی خوبتر یاد بگیره. و به این اساس بزاره سر سالی گفتن که پروگرام ترتیب بکنن و او برادرم روزانه یکی دو ساعت در ایجا درسی داره در ارتباط با مسائل نظامی. شاید بعضی برادرها بگن که ما یک عمر جنگ کردیم، دیگه ما کل انواع جنگا را بلد هستیم، روس امرو آمد در برابرش فضل خدا کامیاب شدیم، دیگه چی مسائل نظامی مطرح است، دیگه چی ضرور است که آدم باز مسائل نظامی را درس بخوانه. ما در این را بفهمیم که تنها به یک تجربه که خود ما و شما داریم از جنگ با روس مسائل نظامی خطر نمیشه. خود مسائل نظامی مسائل علم بسیار کلان بزرگ است یا هنر و فن کلان بزرگ است که مردمی که یک عمر دهی تیر کرده بازم وقتی که داخلش میرسه بازم مثل شاگرد مبتدی وارست که آخر از یه کس نمیتانه که به می آسانی بگه بوده که ما ختم کردیم همه چیز نفهمه. و از طرف دیگه به این شکل است که برادرها تجربه طولانی در جنگ ها دارن، مگر در جنگ های دفاعی کمتر شاید از قمندان سایبا باشه که در جنگ های تعرضی کلان مثل اشغال طالخان، اشغال خوجغار و امثال هم شرکت کرده باشه. در حالی که از این به بعد این مسائل به نیروی ما و شما مطرح است، به این اساس خواست بین که یک پروگرام نظامی در این قسمت باشه و بعد از یک سال مقدمات این درس شروع شده که شکل حمله در بالای شهرها و در بالای گارنیزیون های کلان دشمن که می باشه به چی اساسه، به چی ترتیب است، چطور آدم میتونه حمله بکنه و از حمله ایش کدام اون تاریکی وقتی که 2000 نفر یا 1000 نفر یا 500 نفر در دست یک قمندان داده میشه، این قمندان 500 نفر چطور اداره میکنه، مسائل صحی رزی چه میکنه، مسائل لوجستیکیش چطور میکنه، مسائل ترتیب جنگ خود چه قسم میکنه، دیگه همین نفس خود اداره 500 هزار و 2000 نفر به چی ترتیب صورت میگیره. انشاءالله تشریح کرده تا نستا دیگه. به این اساس هم یک درس نظامی است که یک قسمتش از ضابط صد درس خواد داد و یک قسمت دیگه شد دوباره من در خدمتتان خواد بودم، خصوصا همین قسمت ایره که دیگه یک جنگ چطور اداره میشه، یک جنگی که 3-4 هزار نفر به اشتراک بکنن طریق ادارهش چیست. دیگه پس من سر اصل مطلب شما برادرها رو که تکلیف دادیم شاید در حدود 5 روز تا 6-7 روز ما و شما یک جای باشیم و در طی 6-7 روز دیگه یک قسمت مسائل اسلامی است که پیمان صاحب به خدمت خواهد بود و یک قسمت مسائل سیاسی و کمتر نظامی شکم هستم و یک قسمت مسائل دیگه نظامی دیگه شکم که خواست ضابط صاحب خدمت به شما اصلاد کرد. انشاءالله تشریح شد. دیگه امشب به مقدر اکتفا میکنیم و حال سر پروگرام گپ میزنیم امروی برادرها، دیگه خوب است که امروی خود شما مشوره کنیم که چند بجه درس شروع بکنیم تا چند بجه ختم کنیم باش چند بجه تا چند بجه دیگه، دیگه به این ترتیب و از پروگرام اسلامی را چی ترتیب بگیریم و چه رقم، دیگه نال امروی شما رو مشوره میکنیم که به نظر شما از طرف صبح چند بجه درس شروع کنیم و بعد از پیشین چی وقت و شب چطور، چرا وقت کم است و شما از تحولات صفات شمال خبر دارید، شاید اینا شنیده باشین که با گذشت هر روز امکان داره که یک جنگ در صفات شمال درگیر شده و امکان داره که ما درم در اوج امیجا باشم و بسیار ممکن است که شاید زمینی می درس ایلا بکنیم برم سمت شمال، چرا وضع از او حالت تعدی خود در آمده بسیار متشنج است. اگر به اساس ما کوشش خواد کردم که ظرف یک مدت کمتر زودتر تمام مسائلی که گفتنی سر ببایید و راجع به عام مسائل ما و شما بین خود به یک فیصله و به یک مشوره برسیم، چی در سطح افغانستان، چی در سطح خود شورای نظام، چی در مسائل خود پنجشیر، در ارتباط با پنجشیر چی باید بکنیم. دیگه گفتنی ما نفع بود، نالا با شما برادران مشوره میکنیم که
دیگه از نظر شما از طرف صبح درس چند بجه شروع کنیم؟ نه بزن شما خب؟ باش من بشیم چند بجه؟ هشت بجه، هشت بجه بسیار وقت نیست. قماندان صاحب یک هم در خانه خود آرام بودن یک دفعی نو بجه خوبتر نیست؟ نو بجه خوبتر است. نو بجه درس شروع شد، نو ده یازده دوازده تا دوازده و یک بجه دیگه یک پروگرام باشه. خب بعد از او، بعد از ظهر، بعد از پیشین چند بجه شروع کنی؟ چهار بجه. چطور؟ دو خوب است نه؟ دو خوب است. دو را تا چند بگیریم؟ تا چهار؟ دو تا چهار بگیریم. دو ساعت. خب شب چند تا چند؟ چند بجه بگیریم تا چند؟ ها؟ اگر میشه وقت در وقت میداشتی حال کلان مولایی بودی. چند ساعت بگیری؟ دو ساعت بگیری؟ دو ساعت میگیری؟ نو یازده نو وقت نیست؟ خبرون رو بس وقت گفت نیست در روز هم میتونم بشتم فرض و سنت نیست بی بی سی دیگه صبحش میتونم گرفتادم. هر شروع سه نوت دادم. از اشتابه یا نوت یا نوت. از نقطه نظر نظامی چی چیز داره بعد از فصل سوال ما مختصر تشتیر می کنیم وزید بیلیره دیگه برو چیز رو بس دپای هم هست خود ضرور نیست دیگه دیگه تشتیر می کنیم وزید بیلیره از کجا بول نیست نقشم به برادران نشان بدم. این شوروی سابقه دیگه این قسمت کشورها را تمامش کشورهایی بودن که امرای شوروی یک جر بودن بجود یکان کشوری خود رزی دور نیست و در طوری که ازای متحدی امریکاست کش یک قسمت کشورهای اروپایی با امرای ازی بودن نماره باقی کشورها غیر منصری که قسمت زیاد کشورهای آسیایی کشورهای افریقا یک تعداد کشورهای امریکای جنوبی این کل از این کشورهای غیر منصف یعنی نه وابسته به امریکا بودن نه وابسته به شوروی انشالله تشریح شد در ظاهر همه قسم بودن که نه وابسته به امریکا وابسته به شوروی نیست بهتره مگر در اصل دیگه از یک نقطه نظر نه از یک نقطه نظر به یکی از این دو قطب مربوط بودن مثلا ما شما تعداد کشورهای اسلامی داریم شما رو میتونیم عربستان سعودی مصر امثال او دیگه کشورهایی که بودن در ظاهر میگن ما غیر مسئله که بهطرف و آزادتر هستیم مگر ما شما میفهمیم که تحت تاثیر هم بیدیم مثل پاکستان مصر عربستان سعودی کشورهای خلیج قطر دوبی یمن کویت دیگه بود یمن شمالی کویت کلش به نحو وابسته به امریکا و انگلستان و کشورهای دیگه مثل افغانستان که خود بهطرف میگن هندوستان که خود بیطرف نگاه و امثال هم یک تعداد کشورهای دیگه ای که هستن با وجودی که خود آزاد بگن و بیطرف نگفتن و نحوه وابسته در زیر دست شوروی بودن
یعنی کم کشوری رقم بوده که زیر تاثیر از این دو قطب نبوده باشه. آدم گفته میتونه یگانه کشوری که دیگه در این قسمت سیاست مستقل خود داشت که نه شرق و نه غربی، او کدام حکومت بوده؟ حکومت ایران. دیگه فقط شعار نه شرق و نه غربی را عموم میده، دیگر یک به نحو تحت تاثیر از این کشور بوده یا از نقطه نظر فرهنگی و اقتصادی و نظامی به نحوی وابستگی ها داشتن. افغانستان رو نبینیم، از نقطه نظر اقتصادی مربوط به روسیه، از نقطه نظر نظامی مربوط به روسیه، در ارتباط با کارهای فرهنگی هم تایی 10 سال آخر تقریبا کل چیز پانتون و مرتب و تحصیلات هم در دست خود گرفته بود. انشاءالا تشریح شد. دنیا هم به قسم تقسیم شده بود، شوروی، امریکا، کشورهای غیر منسلیکی که او هم زیر تحصیل است. شوروی چه نوع فکر داشت؟ از نقطه نظر ایدولوژی و فکر مخکوره صاحب چه رقم فکر بود؟ کمونیست. از نقطه نظر ایدئولوژی است، نه؟ از نقطه نظر سیاسی چه نوع حکومت است؟ برژنی یک حکومت توتالیتر یا یک حکومت همیشه خود اکتر از روشنفکر است؟ فاشستی بگیرد. یک حکومت فاشستی یک حکومت دیکتاتوری نامش زیاد شمیده، نه؟ یک دیکتاتوری بگیرد. که کل این چیز به دست یک هست بس. یک نفر در کشور قدرت داره، 20 سال که برژنف حکومت نداره حکومت تا که میمونه در همون برژنف است. چرنینکو که من تا زمانی که میمونه همون چرنینکو است، تغییر نیست. گفته دانستو؟ از نقطه نظر اقتصادی چه قسم اقتصاد داره؟ اقتصاد سوسیالیستی، نه؟ اشتراکی. از نقطه نظر از این شد از نقطه نظر نظامی چی چیز داره در دسترس خود؟ در چه رقمی کشورا در چه قسمت پیمان جمع هستن؟ پیمان وارسا. ببینم مختصر تشریح میکنیم باز امی که روسیه هست، از نقطه نظر فکر مفکوره کمونیست هست، به خدا هست، دیگه ملحد هستن، به خدای ایمان ندارن، پیرو مارکس هستن و چیز هست خودشون ایدئولوژی و ایدئولوژی کمونیست کمونیستی. از نقطه نظر اقتصاد، اقتصاد سوسیالیستی اشتراکی اوش کل تنبله بسته، نیه وفرد اقتصاد. از نقطه نظر سیاسی حکومت در دست یک حزب و در رأس حزب یک نفر، یعنی یک حکومت دیکتاتوری. از نقطه نظر نظامی هم گفتم همه این کشورها جمع شده بود در پیمان چی؟ پیمان وارسا. حالا شنیده نباشه که مگه در پیمان وارسا دیگه تعداد کشورهای زیاده که جمع بود؟ تنها مرکب یک کتاب خواندم که تنها تعداد تانک و ماشین محاربه و زیر پوشه که جمع کرده بودن 40,000 چین اراده بود. 40,000 چین اراده. انشاءالله تشریح کردم. شما هر روز در رادیو شنیده رفتین که دیگه راکتای بالیستیکی و دیگه بمب اتم و بمب هیدروژنی تحت کنترل داره و امثال هم دیگه در پولی از اینکه 4000 تانکی داره و چقدر اسکر در اینجا جمع شده چند میلیون به صدها و به هزارها راکت اتمی ترتیب شده به دفاع خود، چی به دفاع خود چی به تعرض خود و میلیون ها را به مصرف ازیش. این طرف هست امریکا. امریکا از نقطه نظر فکری چه رقم هست ایدئولوژی؟ سرمایه‌داری و اقتصادش میشه از نقطه نظر ایدئولوژی کی میگه؟ چیزی بگویم لیبرال یا چیزی بگویم هومانیسم یعنی اصالت فرد. لیبرالیسم بهتر است. از نقطه نظر سیاسی چه رقم بود؟ دقیقا دموکراسی بگویم، نه؟ حکومت دموکراسی نیست؟ از نقطه نظر اقتصادی سرمایه داری یا بازار آزاد که امروز میگن. از نقطه نظر نظامی در چی نوعی پیمان جمع شده بود؟ انشاءالله تشریح کرده؟ خب ببینیم امریکا از نقطه نظر سیاسی ایدئولوژیک لیبرالیسم است، از نقطه نظر دموکراسی حکومت داری دموکراسی است،
از نوع دموکراسی رو خانم بفهمید. معمول است دیگه، معلوم دار است. کن انتخابات است، مردم میده خودش رای میده، مسئولی خود رئیس جمهور خود تعیین میکنه و 4 سال یا با 5 سال است بازی تبدیل میشه، کسی دیگه میانگیرن. و از نقطه نظر اقتصادی گفتم چیست؟ اقتصاد چیست؟ سرمایه داری، بازار آزاد، خرید فروش آزاد، هر کس میتونه سرمایه گذاری کنه. در آن خودش که پیسه داره، فابریکه از هم آدم است. در امریکا شما میفهمین که در امریکا و کشورهایی که در غربی هستن دیگه حتی خط ریل دیگه یک قسمت طور مثال تلفن، یک قسمت هر معادن، یک قسمت مثلا امی فابریکای کلانی که تیاره جور میکنه، فابریکایی که تانک جور میکنه، این فابریکایی که موتر جور میکنه، همه از این فابریکا کس شخصی تر از مردم است. حکومت به این شکل نیست که خودش فابریکه داشته باشه به نام از این فابریکه که تیاره جور فابریکه شخصی است، حکومت برش فرمایش میده و اینمی نو تیاره کار داره دیگه، خود چی به چی ترتیب جور میکنی و چند، یا حکومت خودش میگه که اینمی رقم به من یا فابریکه خودش انواع نقشه تیاره را میکشه و حکومت پیش کرده میره که میلی نو تیاره ترتیب کردیم نو جور کردیم، خود تمیر چند میخری و چطور انشالله تشریح کردم. در حالی که در روسیه اوسو قسم نیست، در روسیه چند وقت پیشتر قسم بوده که کس 5 جریب زمین از خود نداشته، 5 جریب چی که 1 جریب زمین نداشته، همه چیز مربوط به دولت، موتر مربوط به دولت، فابریکش، فابریکه بند برق مربوط به دولت، زمین مربوط به دولت، همه چیز مربوط به دولت. انشاءالله تشریح شد. یه از به این ترتیب و در پیمان که جمع شده بودن به نام پیمان ناتو، کن امریکا در رأسش، انگلستان، جرمنی، فرانسه که فرانسه بعدتر برآمد، بلژیم، هامبورگ، هالند، دیگه کل این کشورها جمع شده در یک پیمان نظامی که به اون ترتیب. تشریح شد. میاده قسمت جهان سوم که در جهان سوم چی است؟ از نقطه نظر فکری چی؟ ایدئولوژی؟ از نقطه نظر سیاسی؟ از نقطه نظر اقتصادی امثالش؟ خب در جهان سوم از نقطه نظر فکری چی بوده؟ در جهان سوم از نقطه نظر ایدئولوژی چی بوده؟ اسلام 1 هندویزم 2 خب چیزی این از مذهب حاکم هم نبوده دیگه. یک مسئله بسیار عمده است بگه؟ از نقطه نظر فکری اگر چور من حیث ایدئولوژی آدم گفته نمیتونم اگر حاکم بوده، نفس خود ملیت پرستی و ناسیونالیزم، اکثر کشورهای عرب نمیبینی که ناسیونالیزم هستن؟ مثل همش داد میزد از عربیت نه از اسلام، داد ناصر ایتوات از اسلام نبود، نگفت من عرب هستم جهان عرب جمع میکنم. ترکیه از ترک بودن دیگه در اینجا ایدئولوژی به نام اسلام، مذهب دین اسلام بوده، دین به معنای به رواجش که متداول است که شما فکر میکنیم دین یعنی کلمه خواندن و نماز رفتن و حج و روزه و زکات، همه قدر دین شخصی مردم، مذهب شخصی مردم، عقیده شخصی مردم چه بوده؟ اسلام بوده در یک تعداد از کشورها، مگر نظام حکومتش یعنی مفکوری که تقاضی حکومت جور شده او ابدا اسلامی، او یا قومیت بوده نشنلیزم یا لیبرال بوده آمده از طرف مثل امریکا داره، یا نیمه سوسیالیزم بوده مثل که سوریه را میبینیم یک زمان، یمن را میبینیم، افغانستان را میبینیم. دیگه به اصطلاح وطنی خود ما و شما دیگه در این کشورهای جهان سوم از نقطه نظر مفکوره کشی را خورد هر چیز. در مذهب هندوس مثلا هندوستان مگه من خود ایدئولوژی که حکومت دور میتو دیگه است باسه مسئله لیبرال است و دیموکراسی داره نظام حکومتش انشاءالله تشریح شد. در اینجا است که ایا این کشورها کلش چی کشورهایی که مذهبشان اسلام است طبق یک فکر مشخص نیستن در یک ایدئولوژی مشخص حکومتی این را فکر تمام شما باشه که تکرار کنم، یکی مذهب شخصی مردم است. مردم افغانستان در زمان زایر چی بود؟ مسلمان. زمان ترکی هم مسلمان، در زمان ببرک و نجیب هم از مسلمان، دین شخصیش، فکر شخص، عقیده شخصیش مسلمان. مگر حکومت نجیب آدم گفته میتونه که به اساس ایدئولوژی اسلامی حکومت آمده؟ نه. اونو به ایدئولوژی را میدونی که سوسیالی کمونیستی است؟ نه آمد. و امیر بسه. همین قسم در پاکستان حکومت مردم است مسلمان،
مگم شما میدینید که اونه تا چند وقت پیشترم دیگه رخصتی از او در روز جمعه نبود، در روز یک شنبه بود مطابق به ایساوی ها و که انگلستان که در گذشته حکومت کرده. قانونشان همه قانون قانون است از انگلیس باقی مانده و به می ترتیب او مردم از مسلمان، مگر حکومتی که جور شده از نقطه نظر نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی به اساس یک مفکوره ایدئولوژی اسلامی نبوده، او را که آمده رفت طرف غرب و مسئله دموکراسی و امثال هم بوده. انشاءالله تشریح کردم. دیگه ایج است که در جهان اسلام همچه چیزی که بگویم که اولین کشوری که باید گفتم بهتریم که ایدئولوژیش اسلامی و نظامش مطابق با او تا حد اسلامی 100% نبودم، تنها ایران هم بیدیم، دیگه قسم کشور نبیدیم. اگر عربستان سعودی هم است، در این شک نیست که قسمت قوانین زیاد در عربستان سعودی اسلامی است، در قسمت زیاد قوانین اسلامی یا گفتم بهتریم قسمت زیادتر است. دیگه عقیدهش اسلام، مگر آن سازمان حکومت به اون شکلی که یکی خلیفه و یکی پادشاه و پشت دیگهش پادشاه و پشت دیگهش پادشاه، دیگه همون نظام، نظام اسلامی به اون شکلی که لازم است نبوده. و میبینیم که وابستگی به غرب و تحت تسلط غرب به کشورها بود و یکی تعداد کشورها که دینشان هندوست، تعداد خیلی زیاد کشور هست هندویزم است، دیگه هنود هستن یا ما نه، دیگه اگرچه که مذهب شخصی هر فرد هندوست، مگر خود مذهب هندویزم چیزی نیست که کل جامعه را بپوشانه من حیث یک که دستای سیاسی و دیگه و دیگه مطابق با مو عقیده باشه، چیزی دیگه است. این وضع بود به میتر و هر دو از این اردوگاه، چی غرب چی شرق، دیگه این جهان سوم من حیث یک جهان فکر کرده بودن که مثل که یک کاسه که در اون نان باشه و هر کدامش عجله کنن که کدام زودتر بخوان، کدام کشور ما زودتر زیر دست بگیرن و از کدامش ما بهره برداری زیادتر کرده بدن. همیش کشمکش در قسمت جهان سوم بوده که میگه ما از چی به دست بیارم، امریکا میگه ما چی به دست بیارم، روسیه میگه ما چی به دست بیارم. هر کدام ما فعالیت خود داشتن تا از پیداوار و دار و نداری کشورها را طرف خود کشن. دیگه این جهان سوم از نقطه نظر جهان، از نقطه نظر ایدئولوژیکی اونه به مو شکل که گفتم، یکی بلاک شوروی سه که امریکاست، از نقطه نظر نظام حکومتی هم به مو ترتی، از نقطه نظر اقتصاد هم به مو ترتی، مگر این شرق و غرب تقسیم میشه. مگر از یک نقطه نظر دنیا شکل دیگه تقسیم میشه، از نقطه نظر خاص اقتصادی یک قسم دیگه هم تقسیمش میکردن، او را به نام کشورهای شمال و کشورهای جنوب. کشورهای چی؟ شمال و کشورهای جنوب. تمام کشورهایی که اینجا قرار دارن، این از این خطش به بالا کل زیرمی ها که اینجا قرار دارن در شمال، عموماً این کشورها صاحب صنعت، علم، دانش به زعم خودشان، حکومت های قوی و صنعت همه چیز در دستشان است و همه اقتصاد پیش است. جرمنی، فرانسه، انگلستان، سوئد، ای، امریکا، روسیه، چیزی که آلمان غربی، آلمان شرقی، تمام چیز در پیش از دست. و کشورهایی که در جنوب است، یعنی نقشه دنیا است، تمام فقر و بدبختی در پایان ای به نام کشورهای ثروتمند و ای به نام کشورهای غریب. انشاءالله تشریح کردیم. بگه اینمی کشورهایی که در پایان خط هستند، این از این خطش به پایان، اکثر کشورهای جهان سوم غیر منسلک اکثریت همیشه است و ایم تلاشش در این قسمت است که از هیچی به دست بیارم و ایم تلاشش به این بود که از هیچی به دست بیارم. من چقدر بتانم از این منافع به دست بیارم؟ من چقدر بتانم؟ شما بفهمین امالی که خود انگلستان از نقطه نظر داشتن ذخایر تقریبا همه چیزش خلاص شده. دیگه انگلستان با این سرما با او کوچکی که اصلا شما ببینید که در دنیا نمه قدر است انگلیسه، او دیگه از نقطه نظر داشتن طلا، آهن، پترول، امثال هم چیزهای پیداوار دیگه حیوانی مثل گوشت و ای و ای و یا دیگه منسوجات پنبه و دیگه در حد نیست که او خودش دارایی خودش دیگه خودش کفایت بکنه و ای تو زندگی بکنه. فرانسه به این حد نیست،
بلژیم در این حد نیست. ژاپن شما میفهمید که ژاپن خودش از نقطه نظر داشتن سرمایه که به اصطلاح مربوط به خود کشورش باشه هیچ چیز نداره. بیش از 100 میلیون نفوذ داره ژاپن. ژاپن از افغانستان که دخورتر است. از افغانستان که دخورده است. بیش از 100 میلیون نفوذ داره. میفهمید که زندگی ژاپنی در کجاست؟ در زندگی مردم افغانستان در کجاست؟ ژاپن طلا داره نه؟ آهن داره نه؟ زغال سم کافی داره نه؟ پترول کافی داره نه؟ برنجی که آید خوراکشو پورا کنه داره نه؟ هیچ چیز نه. فقط این ژاپن از کجا زندگی میکنه؟ ژاپن چی داره؟ ژاپن فقط تکنیک و دانش داره. پترول عزیزه میبره، خنبر عزیزه میبره، آهن از دیگه کشور میبره، طلا از دیگه کشور میبره. فقط چون خودش دانش داره، کمال داره. وانه وقتی که میاره در کشوری خود این مواد خام به پخته تبدیل میکنه و به دنیا ساده. شما میفهمید که خودم یک پترول چیزی نیست که ای بیای و تنها در موتر پرتن و بسوزان. یک سنت به نام سنت پتروشیمی میگن. امروز چی چیزی است که از پترول جور نمیشه؟ انمال کالای جان تعداد زیاد ما و شما از پترول است. انمی پترول که میگن، انمی تترست که میگن، امی کلیش از پترول است. این پلاستیک همیشه از پترول است. امروز در حدود ما فراموش کردیم که 1000 یا 1500 لباس مختلف از پترول ساخته میشه. و یک گلن پترولی که وقتی که ژاپن میبره در اوجه این تبدیل به پلاستیک میکنه، این چیز آهن دیگر هم سرش زیاد میکنه، نامشه که ساتمان در دنیا که صادرش کرد 20 چند قیمت میفروشه. انشاءالله تشریح کردم. خودش هیچ چیز نداره، هیچ چیز نداره. نظام امپریالیستی ژاپن از این خاطر میگه پترول ما از شرق میانه میخره، اوجه میبره، فابریکه داره، تبدیلش میکنه به کالا. وقتی که تبدیلش کرد در دنیا باز ارزش داره. فکر بگو که ما تو پخته داشته باشیم، ما تو پشم داشته باشیم، هنرش نداریم که پشم خود ما و شما تکه ببافیم. اگر تکه هم ببافیم، اونه بسیار که ببافیم مثل برک در آواری خواد بافیم. مگر این را میبره ژاپن، جرمنی این را میبره ژاپن، این را که پاک کد شش تبدیلش میکنه به تکه، به تکه پشمی بنام کشمیره که وقتی که آمد در مغازه کابل و تو که رفته عوضش هم بخوری و ارمانش هم دست بزنی و پیسش هم خرید نداشته باشی، میفهمید متر چند میخریش؟ این اونمو برای است. مگر ژاپن چی داشته؟ جرمنی چی داشته؟ دانشش داشته دیگه، چیز نداره، علمش داره، هنرش داره، کمالش داره که رو به چیزی تبدیل. و اینجاست که تمام این کشورها به جهت ادامه زندگی اقتصادی خود، از سبب بالا برفتن سرمایه خود، از سبب تأمین کردن زندگی بالا به مردم خود، ضرورت دارند که کشورهای جهان سوم در دست داشته باشند. یا وظیفه دارند که کشورهای جهان سوم نباید از خود فابریکه داشته باشند، نباید از خود دانش داشته باشند. اگر یا دانش خود داشته باشند که فابریکه جور کنند، خیلی با اون چی ببرند؟ اگه یا از خود فابریکه داشته باشن که خودشان تولید کنن، باید او چطور بکنن؟ انشاءالله فهمیده شد. به این که ای کارها را نداشته باشن، اگه یک حکومت های مستقل پای برجای باشد، این حکومت فکر میکنه که من کارهای زیر دست امریکا و روسیه بره داله، من زحمت بکشم به مملکت خود، من کاری کنم، خدمتی بکنم، من در پای خود استاد شوم، من اقتصاد خود داشته باشم، من فابریکه خود داشته باشم، من تولید خود داشته باشم. چرا من پختر ایجا من تولید کنم ببره در جرمنی او را به تکه تبدیل کنه انگلستان سر من بفروشم؟ وقتی که همچه حکومت با وجود بیاید، خبر مخالفت با امریکا یا نیست؟ مخالفت با روسیه یا نیست؟ مخالفت با ژاپن و با دیگه یا نیست؟ ایجاست که همین دو خطبه که در گذشته بود ابدا نمیگذاشتم که در این قسم حکومت ها با وجود بیاید که باز بگوید که به اصطلاح عوامانه که بگوید من مرد جان خود هستم، من در پای خود استاد بشم. ابدا کشوری که در پای خود استاد شود، او خواستن زندگی یک نفر امریکایی و فرانسوی را خراب کرد. چرا که در پای خود استاد شد دیگه آل او فرانسوی و امریکایی سر چی زندگی کنه؟ که خود کل اقتصاد خود در دست خود میگیره، او خود وطنش چیزی نداره، کلش عزیزه میبره. شما چند وقت پیشتر در رادیو شنیده باشین همین 60 ساله که همین تاجکستان و ازبکستان زیر دست روسیه بود،
یکی جز روسیه بود. شما ایره میفهمید که اعمال تاجیکستان فابریکی از ایره نداره. عمده ترین تولید تو تاجیکستان چیز بخت است، جز بخته دیگه آقا چیزی نداره. اعمال تاجیکستان که 60 سال بخته تولید کرده، بعد از 60 سال امروز نمیتونه لباس خود داشته باشه. چرا؟ یک فابریکه را روسیه نمانده بوده که بیاده ایش چیز به تاجیکستان. جز اینمی زیر پیرانی میبافه و دسپاک اینمی گفه دیگه تمام فابریکای عمده چیز نساجی کلش در داخل خود روسیه است. این فقط باید پخته تولید کنه، زن مرد شب و روز کار بکنه که تا روسیه اوجا باز او را پخته بسازه بتکه، پس سر خود از این قیمت بفروشه. یک نفر او روز آمده بود از ازبکستان به من قصه کرد که دیگه رئیس جمهور ازبکستان گفت رفت داخل معدن طلا. ازبکستان طلا داره، گفت در تلویزیون یک توده طلا را از معدن گرفته در دست خود در تلویزیون، گفت که من اولین نفر ازبک هستم، اولین نفر از ازبکستان هستم که بعد از 30-40 سالی که طلا در ازبکستان برآمده، من طلای وطن من در دستم گرفتم و من حق پیدا کردم که در درون ایزی معدن داخل شم. در 60 سال که زیر دستش بوده و ما و شما افسوس میخوردیم، ای افسوس کمونیستای وطن ما که اون طرف زندگیشان چقدر بالا رفته، عمق آزادی برش روسیه نداده بوده که حداقل در معدن طلای خود داخل شد. انشاء الله تشریح کردم. آلی هم که هست، من که پرسان کردم گفت آلی هم که هستن روسا کار میکنن. چرا از بکار هیچ کدومش نمیفهمن که طلا چطور استخراج میشه، هیچ بلد نیستن، کل کار داده است خود اسمش. اینی از استعمار و ای از این دو قطب جهانی که تا اون روز بودن که کشورها را زیر چنگ بودن. هدف اقتصاد نانه به ای که زیر تست داشته باشن یک کشور، از نقطه نظرهای مختلف باید دو کشور تسلط داشته باشن. از نقطه نظرهای چی؟ مختلف. از کدام نقطه نظر باید او کشور در دستشان باشد؟ شمار میکنه بگوین اول از کدام نقطه نظر؟ اول از نقطه نظر خودی فکری و مردم بگه که سوسیالیسم نیست، کمونیسم نیست، سوسیالیسم نیست، کمونیسم نیست. شما غلط کردین، شما غریب هستین، تواستین، شما که کمونیست شوین این میشین، این میشین. جوانای ما و شما را کارش کافر هستن. اول از نقطه نظر فکر تو نمیبینی که یک نفر که از غرب میاید، وقتی که از غرب میاید مثل شادی وره تقلید غربی ها رو میکن، همه فکرش غرب بردن. دموکراسی میگن، آزادی انسان به زعم خودشان میگن، فرهنگ غربی میگن، انگلیسی ها داشتن میگن، دیگه چیز دیگه در ذهنش نیست. حتی ششتن و رفتار و شانگرد زدن و همه چیزش مثل که شادی تقلید دونه، اونمو ترتیب زیر تاثیر فرهنگ غرب. اول از نقطه نظر فکر میشودیش، از نقطه نظر فکر دست کشورها تاثیر میبرد، بعد نظام سیاسیش. حکومت ها عموماً باید حال دست دی کشورها باشه، حکومت باید در دستشان باشه. انمال شما دیدین در پاکستان تاثیر امریکا را؟ شما ندیدین که اصلا بگه که یک دفعه در جنگ خلیج فارس مقابل امریکا گپ زده بود، در چند روز از بین بردش؟ ولی پاکستان یک کشور است که 80-90 میلیون نفوذ داره، مسلمان است. ولی باید بعد از قصال در پای خود استاد باشه. وقتی که آنها میبینیم که لوی دریستیز یک کشور دفاع میکنه از عراق که برادر امی تجاوز امریکا، امی بمبار، دیگه امی ظالمانه است، سر این کشور اسلامی را تباه کرد امریکا، چند روز بعد تبدیل میشه؟ و شما ندیدین که چطور دیگه ذلیلانه وزیر خارجه و امثال روسی چیز پاکستان دویدن در امریکا که ما این استیم و این استیم و این استیم. تو نمیبینی که امروز سیاست پاکستان زیر فشار امریکا در ارتباط با افغانستان چطور تغییر کرد؟ برای گفتی که تو میزنی ما قبول داریم. یکی از چیزهایی است که نظامای حکومت در دست داشته باشه. سادات در مصر، شما فکر میکردی که در دست خود ایگه پزده میتونست مستقل بود؟ تو ندیدی که چه قسم وابسته به امریکا؟ نجیب در افغانستان مربوط به روسیه، ببرک در افغانستان مربوط به روسیه، امثال هم کشور. اول از نقطه نظر فکری کار میکنم، بعد از نقطه نظر سیاسی کشورها را بگیرم، یا سیاسی و فکری. دیگه از کدام نقطه نظر کار میکنم؟ از نقطه نظر اقتصادی. از نقطه نظر اقتصادی چه رقم وابسته جور میکنم؟ بگوی بیشتر یک کمشت تشریح کرد. یکی از طریقی است که از نقطه نظر اقتصادی
که هر چیزی که در کشور تولید میشه و داخل از او پخته نشه، هر چیز که میشه تولید به اوجه باشه، به دست آمدن است از معادنش، از زمینش، از دگهش و پخته شدن انتقال کنه در فابریکای خودش. انشاءالله تشریح کردم. یکیش. دو، امپریالیست یکی از کارهای خطرناک دگهش یک چیز تک محصولی میگن. چی میگن؟ تک محصولی. کشورها رو کوشش میکنه که یک یا دو چیز تولید کنه. از نقطه نظر اقتصادی این تو وابسته بسازیش که اگر میگم من برای چیزی نتون با سقوط کنم. مثلا این امروز تاجیکستان از نقطه نظر محصول فقط پخته داره. فقط پخته داره. اگر روسیه پخته زیر نخره این دیگه گشنه است. دیگه استارت شده نمیتونه. عمدترین کار امپریالیستی است که محصولات و پیداواری که یک کشور میتونه سر از او پا پای خود استاد شده از بین داره. مثلا ایران در زمان شاه به ایران چی میگفتن؟ آلیفتر هم میگفتن بگنده تو چی ضرورت داری؟ تو به میشیر و پنیر یا پا چی ضرورت داری؟ این هم از امریکا برات میده و نرخ ارزان میده، تو ضرور نیست که تو زمینه خود آباد کنی، این برای تو قیمت تمام میشه. روزی که امریکا دندم قطع کرد ایران دیده تو به جمهوری اسلامی ایران در چی مشکل رو برو که تا امروز مردم در پشت نانبایی ها قطار است تا نان بدست دارد. ایران زمین نداره، برابر نفوذ خود نان داده نمیتونه. میتونه. قبلا امریکا حالت قسمی آورده بود که نباید توی زمینش کسی وابسته باشه از نقطه نظر مواد غذایی در دست امریکا و امریکا بتونه فشار داده بود. روزی که ایران بگه من پترول خود در قیمت نپروشم باید بتونه فشار داده. انشاءالله تشنه کرده. در عام کشورها ما و شمایی رو میگیم که این کشورها که میان از نقطه نظر اقتصادی که کشور آباد نمیسازن، اما نقطه که به نفشار است تولید میکنن میگیم او قسمتی که نیست او شو باز تخریب میکنن از بین میبرن. افغانستان هم مثال روسا آمدن در افغانستان، آیا زمین در افغانستان بسیار کم بود؟ دیگه قحطی بود، هیچ زمینی وجود نداشت که یا رفتن بند در جلال آباد ساختن و زمین ریگزار ریگ شامدخان جور میکنه. اینقدر دشتا در صفحات شمال وجود نداشت. اصلا مقصد روسایی نبوده که افغانستان آباد شد، اصلا عددشانی نبوده که کشور آباد شد. 20 سال است یا 30 سال است که روسا در افغانستان کار کردن که من براتان پترول میکشم، من براتان گاز میکشم. و نمو گوزی که بنات خودش در خواهد روسیه بود امور استخراج کرد و در پاپلین می بردشت و مسخرگی از او هم به این که امی گازی که در روسیه می رفت امی که نشان بده که علامه که چقدر گاز رفته او هم در داخل خاک افغانستان نبود، او در داخل خاک خودش و حیات از او هم خودش هم نه کدام نفر از افغانستان و نه کافر یا مسلمانش که او رسل کنه که چقدر گاز رفته او داخلش مرده. می گفت از تو کده دایی مهربانتر از مادر امو شده که ما خودم بهتر بکنم. مگر باوجود از او که شما میفهمید که یک زمینه که برمه میکنن و از او میخواهند که پترول به دست بیارن، یک برمه چقدر مصرف داره و لگها و میلیونها افغانی مصرف داره که یک جای برمه شده که میجه پترول است یا نیست و صدها جای برمه کردن روسا و هزارها جای برمه کردن. بعد از 20-30 سال است که در صفحات شما در کباب به پترول کار میکنن. امروز ما پترول داریم؟ ابدا. ذخیره وجود نداره؟ داره. تصمیمش بود که نباید باید همین تصمیم بود که نباید برای کشور پای خود نباید باشه. از نقطه نظر اقتصاد فهمیدیم که چی میکنه و اینجا است که از نقطه نظر فکری کار، از نقطه نظر سیاسی حکومت های دست نشانده، از نقطه نظر اقتصادی وابسته انشاءالله تشریح کرده و این از نقطه نظر نظامی، از نقطه نظر نظامی چی میکنن در جهانی نیست که این آدم از هیچ نقطه نظر کم بود نداشت. مسلمان بوده، عالم کلان، ذکر کلانی داشته و واقعا یک تعداد پیروای صادق و مؤمن مسلمان داشته. این چطور در برابر این شکست بود؟ چرا این شکست بود؟ سر از این کتابانش داشته و شما میتونید که آدم قیام کرد نامش گفتم امال یادم رفته یک عالم کلان از دندستان بسیار انگلیس بطن. انگلیس ها دیدن که از دیگه طریق نمیشه، بیا از کدام طریق؟ یکی مسائل نشنالیزم دامن بزن، یکی مسائل مذهب ضد مذهب است. اوج است که اینمی غفارخان خبیث که شما میبینید ای از امو زمان است.
شور داد توسط از این پیشتر از این دیگاهی که بود. امیر یک دفعه شور داد که پنجابی و پشتو کنید این منطقه و او منطقه. یک دفعه افراد زیر بنامه قومیت پرکنند در قومی از او شروع کرد از مذهب برزده است. یک تعداد علمای سور جمع کردن، از بیخبری و جهالت مردم مسلمان استفاده کردن و تحریکات زیده بشه. آرام 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 او آدم دیگه در جای میرسه که دیگه گفت نبتا حالتی پیدا نمیکنه جزیدی که کلش در جنگ بران شهید شوان خلاص شد. خود ملیت پرستی و قومیت و خود توسط مذهب در توسط دین و اصطلاح کوبیدن توسط ملای درباری خانم خالد و این تنها در ایجا نیست. در افغانستان در امان خان، در پاکستان، در هندوستان، در مصر، در کجا، در همه جا امیدی اخوانه. و این نیست در برابر ازی که تو برو نماز بخوان مخالفت نمیکن، تو حد برو مخالفتی نداشت، تو در کم زیاد زکات تمیتی مخالفت نداشت. مخالفت وقتی داشت که تو در برابر انگلیس استاد که من حاکمیت کفر قبول ندارم و خصوصا تو بگویی که من حکومت اسلامی خود جوار بکنم. چرا حکومت اسلامی تو خود باز با او دیگه او ای تلا و ای نقره و ای فیسه و ای پنبه و ای از کجا پوره کن از کجا بود؟ تو خود مرد جان خود پیشی خدا با خواهی خود استاد شد. ایج است که همه اش در انگلیس استعمار از طریق دین، از طریق مذهب، از طریق قومیت، از طریق از طریق های مختلف این توده را در کشتنه برده دوست نشده. و یکی از این مردم مسلمان و مردای مبارزی که در جهان تحولی را در زمانش ایجاب کرده بین مسلمان ها عیسی جمال الدین که از افغانستان هم بود حرکت در زمانی که در هندوستان میره، در مصر میره، در ایران میره، در ترکیه میره، در هر جایی که میره این آدم توسط تبلیغ بخواد و آدم مبارز مسلمان صادق دل درد سوزیشی که داشت در هر جای یک شور ایجاد میکنه، یک فکر نو ایجاد میکنه و به مسلمان میفهمانه که این حکومت ها حکومت ها اسلامی است، یا خائن غدار هستن خدا ایجاد و این شروع میکنه یک حرکت که مسلمان ها را بیدار بسازه که این انگلیس استعمارگر است و این سر دونا حکومت میکنه و غلط است که تو از این اطاعت بکنی. امو سید جمال الدین در افغانستان یک زمانی که امرای شیرعلی خان همکاری میکرد و مجرد که عبدالرحمن خان اخراجش میکرد. یکی از مگفای مشهور سید جمال الدین نموس وقتی که در هندوستان میره خب انگلیس اینقدر یک کشور این هندوستان در وقت چند صد میلیون نفوذ اولین باره که میره مگه مردم هندوستان مگه جمع کرده مسلمان و غیر مسلمان با یعنی میداد و مردم مگه که بشه میبود که مردم اگه شما خدا را اگه خدا شما مردم از زنبور خلق میکن هیچ آدم نی اگه شما یک اپنیش کار انگلیسی را میزده انگلیسی در روی زمین نمیده خب چند میلیون زنبور میشن شد اگه زنبور نمی خدا شما را پشه که خلق میکد پشم که شما هم بونگس میکدی گوش همه که در اسکر انگلیسی که در هندوستان از کار میکدی مملکت اعلام میکد آره که خدا شما را انسان خلق کرده شما به حد خود فروخته و بی‌ماهیت شده این که زنبور نه پشه نه پشه میبودی از دست شما میرد حال یک انسان هستیم همه قدر شما به ارزش و به کفایت هستیم که نمیتونیم آزادی کشور کردیم یه از گپای مشهور است و همو ترتیب میره در مصر که تحول ایجاد همو در هر نقطه که میره انگلیس از اونجا ایره میکشه سبلا چه پایی کشه خبر دارین این داستان شما و شما شما با ایجا می افتخار مردم افغانستان داره که اولین بار ای عالم مسلمان در دنیا بگرده و شروع میکنه یک تکر نمه در مسلمان ها مسلمان هایی که بعد از سقوط خلافت به اصطلاح دیگه سقوط خلافت در جهان خصوصا محدود شدن خلافت ترک ها دیگه انگلیس همه چیزی که در دست گرفته بود حالا فرصت از اونیست که او را تشریح بکنیم فقط طرف توسط سقوط رفته شما میفهمین که در اول در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله اسلام در انکشاف است زمان های خلفای راشدین که انکشاف میکنه زمان اموی ها حضرت معاویه است که سرسلسله ایش است این اسلام در انکشاف است و دنیا را گرفته میره در زمان عباسی هاست که تمدن اسلام در اوج خود است از زمان عباسی است که چنگیز حمله میکنه چنگیز که حمله میکنه دیگه در زمان عباسی اسلام دو مرکز داشته یک مرکزش در ایجه که بوده یک مرکز دیگه ایش هم اینه اندلس میگن که در اسپانیا از بینی قسمت است دو مرکز بوده این مرکز هم در ترقی ایدم تبتره و وقتی که حمله میشه مرکزی شیر سقوط میده چنان در عباسی ها توسط چنگیز
یکی سقوط میکنن از او به بعد است که جهان اسلام طرف پایین میره. بعد عیسویان این دولت هم میگیرن یک مدتی بعد دیگه چند سال بعد و از او بابت خلافت بعد از یک سلسله مراحل مختلف مختصرش میفته در دست ترک ها. ترک ها کمی هم در انکشاف میکنن، جهان اسلام اثر شروع میکنن در انکشاف دادن، مگر انکشافی که در زمان صدر اسلام کرد در پاولوی شمشیر فکر بود، قرآن بود، اسلام بود، و اونج است که اقتداد مردم به شمشیر مسلمان شد که الحمدلله تا این روز از برکت جهاد اسلام و شما مسلمان است و بعد از 1400 سال از آزر از مسخاطر خدا و اسلام جان خدا خدا بود. زمان امویان که بود بازم آدم گفته نمیتونه که نید، اونجا من در پاولوی شمشیر فکر بود. زمان عباسیان تمدن مسائل اسلام مطرح بود. متاسفانه در زمان ترکا دیگه این مسئله به اون شکل نبود که در پاولوی شمشیر و جنگ مسائل اسلام فکر مطرح بشه. ترکا تنها جنگی بودن، خودشان رهبرا و کلاناشان از اسلام هم اقل چیز نمیفهمیدن، عسکرش هم چیز نمیفهمیدن، جز جنگیدن و کشتن و چور کردن و غارتگری و در اوج خود محکم کردن از نقطه نظر فکری پشت سر خود کاری نمیدن. شما میفهمید که ترکا از ترکیه رفتن اینه قسمت رو اروپا را گرفتن، مگر آله با وجودی که افغانستان یک مدت زیر دست خلفای اموی بود و بعد از اون کمی زیاد نیم آزادی خود گرفت تا امروز مسلمان است، مگر اروپایی را که یک مدت طولانی یک قسمت اروپا را ترکا زیر دست داشتن، روزی که ترکا میبره پنج تا مسلمان در منطقه نیست، اگر چند تا مسلمان هم در اون منطقه هستن اوها مردم ترک هستن که ترکیه اونجا مهاجرن. انشاءالله تشریح کرده و این خلافت ترکا دوام میکنن تا وقتی که انگلیس و فرانسه اینا بشکنن و محدودش میکنن در ترکیه تا آخرین بار که خلیفه را سقوط میتن و مثل دیگر کشور آوری یک نفر عالی دست خودن که اتا ترک هست او در روسیه به در ترکیه به قدرت میرسن. فکر کن که ترکیه مرکز خلافت اسلامی است، همه کشورهای اسلامی را مرکز خلافت میدن. زمانی که مرکز خلافت هست توسط یک صاحب منصب کودتا میشه و سقوط میکنن، همین صاحب منصب که اتا ترک هست اولین گفاش میفهمید چیست؟ اولین گفش ایست که آزام دیگه عربی نباشه. هر میفهمین که اتا ترک سر از اینکه کسی کلاه شپو نپوشیده و کلاه اسلامی سابقه ترکیه را پوشیده و صد نه به هزار نه به ده ها هزار نفر کشته، بینمی که تو کلاهت تبدیل کن سر یک کلاه تبدیل کردن آدم کشته، این به حد بیبی آله دست غرب بوده و توسط غرب آمده در اوجه با قدرت رسید. پیرانای کشان قیچی می بعض یک مدت شروع کرد در ریش که هر کس که ریش بانه خلاف تمدن است نمید، آزادی زنها، مرکز خلافت یک دفعه به مرکز کفر تبدیل میشه و این همزمان است با پادشاه ایران پدر رضا شاه و به امان الله خان. این فکر که اتاتورک دارن این فکر را امان الله خان دارن. امان الله خان نشنیده بوده که اطلاعاتی که آزان داده بود کتا بود ایره چپ بکن، امان الله خان که ریشا را میگفت کتا کن چپانهای مردم قیچی میگن شدیده باشه نه دیشتا بیدا قصه کن. این امو افراد ملحبی کافری بود و این امو آلای دست ساختگی غرب کرد و سر حکومت های اسلامی میشن. انشاءالله تشریح کردم دیگه. به این ترتیب در کل جا استعمار مال خدا بود و دین و مذهب هم میخواست که در دست خود بگیر و هر دفعه که کسی به نام دینم قیام میکرد توسط خودش پس داده میشد، توسط امیر شاه، توسط دیگر. در افغانستان یاد ما و شما نیست که ملای بیچاره در پلی خشی چی در گپ داشتن؟ اوها نه دعوای پادشاهی داشتن، نه حکومت، نه دیگر، فقط همه قدر میگفتن که امی بی‌ناموسی را کم کمی کمونیست را کم کن، کمونیست که ما شما را بعدتر تباه کرد. عکس العمل سردار ولی در برابر چهار ملا چی بود؟ بگی در فرق پر پی با چور بزن، بندیش کن، در بندیخانه فرق دیدشان ببرد. امو ملا در امو زمان معالم مولوی یعنی واقعا امو تیام از او که بعدتر کمونیست دیدن که چی کرد، چقدر به حق بود، مگر حکومت به نام اسلامی ظاهرشاه در اون وقت عملش چی؟ این پادشاه مثلا میبینیم که مزدور چه رقم عمل میکنه، خود فروخته چه رقم عمل میکنه، چه تا به اراده است و سبب حفظ قدرت چوکی خود از هیچ جنایت دیده. پس میبینیم پس در جهان اسلام که در جهان اسلام اولین بار است که دیگه سید جمال الدین همین که فکر پخش میکنه و مردم در این فکر میشن که از دست استعماری نیز دیگه باید برن. بس از همه قصال مستوی و وقتی که میخواید که برای کی مانیست امیو کفت
حکومت هاست که در سر ما هستن به نام ملک فاروق، به نام فلانی، به نام فلانی که ما را نمید. بین دیگه نهضت شروع شد به کی کار را بکنید. مگر کار سید جمال الدین عمق را بکنید یک فکر پخش کرد. مگر ایت یک سازمان حزب دور نکرد. ایت یک سازمانی که مثل ما و شما ولی جمعیت حزب واری که مبارزه را شروع کنه و بگر رژیم از خود متون بگه. سید جمال الدین میره پیش تطور مثال پیش خود خلیفه ترکی عثمانی. عذر میکرد که لیاز خدا شدیت تربیه. ای بکنید. میره پیش من فاروق شدیت تربیه. گاهی مردم در ضد شوادار به شورش میکرد، گاهی او را عذر میکرد. و یکی از گفای سید جمال الدین بود که می کلانا و می پادشاه را نصیحت بکنیم اگر خوشم. انشاءالله تشتیه کرده. خود سید در فکر جور کردن یک سازمان حزب نشد، اگر نمیتونست. واقعا مجال هم کس برش نمید. این دوره یک فکر در جهان اسلام پخش میشه که ضد استعمار باید ما کاری باید. و سرسلسلی از این سید جمال الدین است. البته کلیشی نیست. در پالی از کسای دیگر محمد عبد میگن و کی میگن و کی میگن دیگه این بکر در جهان اسلام پیدا شد که برادر دیگه ما پس کنیم انگلیس هستن و یک وقتی که پس کنیم و این خدا پس کردن یعنی حکومت های استعماری مقصد است که ما را نمید. مگر سید بعد از یک مدتی وانا قسمی که خبر داری زار داده میشه توسط خود خلیفه ترکیه زار داده میشه این سید کشته میشه و میره و این نوزد تا حد باقی میمانه مگر نباقی انشاءالله تشتیه کرده. دیگه در اوجه وقتی که سید کشته میشه این فکر در سرحد میمانه باز انگلیس احساس آرامش میمانه. بازم تکرار میکنم انگلیس نمیگه مردمه تو مردم شما نماز نخوانید، شما مسجد نرید، شما حج نرید، کلی شده ها؟ شما عاده و مراسم دینی تان بیخی آزاد است. ما از ده ها نفر شنیدیم که گفتن که انگلیس ها ولی مردمی که طرف حج میره دمی او گفت به حد نگه خدمت میکردن به حد خدمت میکردن که این ایتوری و یکی از گفایره که ما شما دم گذشتم شنیده بودن مکتر روسا بسیار بد مردم هستن دین مذهب نمیمانن انگلیس ها رسل که در میندستان اما قصال حکومت دلن به دین مذهب مردم غرص نمیمانن. او دین و مذهبی که او را سرنگون نکنه، او را منافع اقتصادیش تهدید نکنه، منافع سیاسی انگلیس تهدید نکنه، او هیچ وقت مخالفش نیست. هیچ وقت او را نمیگه که نیک کار نکنه. او را میگه مناسب خدا به میتون نیک مبارک کنه میتون و کنج مسجد. بگم در کار حکومت غب نزنید. فهمید تو را به کار پادشاهی غرض دارم. بله من به دینت غرض ندارم. برو مسجدت میری، حج میری، زکات میدی، کار میشه. انشاءالله تشریح کرد. و فرانسه این روش. و غلطی روسایی بود توی اولین حمله اش سر دین مذهب مرد و اون گوه هم میخواست که زنبی خوریش همه چیز تغییر بدن همه چیز کمونیست شد. میان به این ترتیب این وقت در جهان سیوم خصوصا در کشورهای اسلامی ادامه دارد و حرکت هایی به وجود آمد. آستا آستا احزابی ساخته شد دیگه احزاب مختلفی به وجود آمد در کشورهای اسلامی خورد کلام و هر یک به نحو ضد فرانسه و ضد انگلیس و در جایی که روسا تسلط داشتن در اینجا هم حرکت های شروع شد. شما شیخ شامل نامش شنیدین نه دفعه پاس رو که چندین سال در برابر روس جهاد اما تو دیگه مردا و بزرگای پیدا شد در این ساحه که مردم به نام خدا و اسلام جمع کرده در برابر استعمار روس اسلام شد. مگر متاسفانه که حرکت ها به اون شکلی که لازم بود به جایی برسه در جایی تا یک بار یک دور دوم شروع میشه در عالم اسلام. ولی افغانستان هم ماندیم در جهان سیوم تشریح میکنیم و در جهان سیوم مسئله اسلام تشریح میکنیم. حرکت های دیگه شروع میشه در برابر استعمار. اینجا دو نوع حرکت است. یک حرکت به نام خود ملیت پرستی و نشنالیزم یک تعداد رهبرا و یک تعداد به نام اسلام. انشاءالله تشریح کرده. دو نوع حرکت شروع میشه در این کشورها ضد استعمار. اما ناخر ما و شما میفهمیم که ضد انگلیس جنگ کرد نه؟ آزادی افغانستان گرفت. آزادی افغانستان که ضد انگلیس جنگ کرد آیا مفکوره امان الله خان مفکوره اسلامی بود؟ چی بود در نظر شما؟ اسلامی نبود مگر مفکوره نشتلیستی و ملیت پرستی و قومیت که ما افغان ها چرا زیر دست انگلیس باشیم؟ ببین زیر ضد انگلیس هست مقابل انگلیس هست مگر فکر چی نداره؟ اسلامی نداره. ناصر دیدیم که در برابر ملک فاروق بود تا که نفر انگلیس بود مگر ناصر مسلمان فکری بود؟ اسلام میخواست؟ نه، عربیت میخواست. انشاءالله تشریح کرده و به مو ترتیب
امو ترتیب در کشورهای مختلفی که خیزش شروع شد دو حرکت، یک حرکت به نام اسلام، یکی به نام قومیت. اسلام هم که من سقوط بتم و قومیت هم که من سقوط بتم حکومت های خود جور اشاره تشریح شد که در عالم اسلام زمانی که انگلیس کل جای در دست داره، فرانسه در دست داره، ایتالیا در دست داره، دو حرکت اسلام و چی؟ قومیت. نمونه های اسلام ها گفتیم سید جمال الدین، نمونه دیگه اسلام ها میبین در سودان، سودان نامش شنیدین یک کشور اسلامی است؟ در اوجه یک نفر به نام مهدی نگو، خدا مهدی گفت، مهدی سودانی مشهور است، یک صوفی بود و این صوفی تانست که تعداد زیاد مردم در دوله خود جمع بود و این دیگه در برابر ایتالویا که در سود سودان بودن، ایتالویا بود نه؟ دیگه در برابر ایتالویا و فکر کنید انگلیسا یا ایتالویا خیست تا قیام و مهدی سودانی ده ها سال جنگ و به حد ایادم آدم نیک و مبارک و مبارز بود، مگر دفعه که افرادش جمع میشد کفنهای سفید را میپوشیدن، شمشیرها را در دست میگرفتن، دیگه یک دفعه از پارا پشکار میشدن در لشکر ابلیس کم میشد، تا هر قدر که کشته بودن کشته بودن، چیزی که شهید شده بود شهید میشد. مگر متاسفانه که دیگه جهاد خیلی جهاد خوب سالها دوام کرد مگر در آخر شد و تانست که کل سودان خودشان بود. شما فیلم چی را شنید دیده باشین نه؟ در لیبیا امو فیلم است که ما شما دیده بودید، عمر مختار دیده؟ آن در فیلم هم دیدین که عمر مختار آدم مسلمان بوده، اسلام میخواستن و چقدر جهاد جان پیشانی کرد، در حالی که فیلم یک گوشی از او زحمات آورده نمیتونه دیگه در دست، مگر در آخر ایتالیا چی کردن و چطور تانستن که منطقه را در الجزایر یک حرکت نیست که ده ها حرکت اسلامی شروع شد، جهاد در برابر استعمار رفت تا یک جای رسید، مگر در آخر بالاخره با احمد بوده شد انشاءالله تشریح کرده. این حرکت های جهادی بود، حرکت های جهادی که به نام خدا و اسلام حرکت کردن، واقعا مجاهد بودن، بعد صدها کشته دادن، مگر متاسفانه اونم رقم که میبینیم که عمر مختار چه قسم دورش سیم خاردار منطقه را میکنه، در چی حالتش میپرده، آخر چه رقمی نخزه پسر کنه. و به می ترتیب حرکت های میلیگرام بود و حرکت های میلیگرام کسیش تانسته که تا جایی برسه و کسی دیگهش سرکوب شده و نابود شد و استعمار پس نفرهای خود در خرسشان بود اشاره تشریف کرده. این بوده در جهان اسلام و در دیگه کشوران، در دیگه کشوران چی نیمه به نام مذهب نبوده و نبوده یا نبوده و به نام خود نشنالیزم و ملیگرایی بوده چیزی و خصوصا ملیگرایی در کشورهای غیر اسلامی در برابر استعمار انگلیس. مثلا ما و شما میبینیم که نهرو در کجاست؟ در هندوستان که انگلیس ها را از هندوستان میبینیم. اما رقم به ده ها کشور خرد بزرگ دیگه است که به نام ملیت در برابر استعمار انگلیس میخیزن و انگلیس ها را تنمیم. گپ ما در قسمت نیست، گپ ما سر یک مسئله دیگه است که در او قسمت خواستم که شما را دقت دانم متوجه بسازم که در جمله حرکت های اسلامی چی جهادی شروع میشه، چی فکری شروع میشه، هر کدام تا قسمت رسیده یا نرسیده و نحو دا جای اصل یا نیست، یک حرکت دیگه شروع میشه و او حرکت، حرکت اخوان المسلمین است از حسن البنا. انشاءالله تشریح کرده باشم. حرکت اخوان المسلمین از حسن البنا، زمانی که حسن البنا کار شروع میکنه در مصر چی حالت است؟ تمام جهان اسلام زیر تسلط انگلیس است. در مصر ملک فاروق حکومت داره، از هر مصر کلانترین مجمع علمای مصر از دست ملک فاروق انگلیس است و این شروع میشه حسن البنا، پیش از حسن البنا دو سه حزب اسلامی دیگه است و این شروع میکنه یک حرکت و این حرکت دفتن جنگ نیست که به خیزه تفنگ بگیر و این شروع میکنه از تشکیل کردن یک حزب اسلامی بزنید مثلی که ما به شما این بود دارم و شروع میشه از چند نفر محدود و نفرهای محدود هم که شروع میشه غیری که خود از این عالم است و صوفی است، در پرلی از این که خودش صوفی است و عالم است و چند تای دیگه، یک تعداد دیگه از این کلش عالم هم نیست، چند تا خیاط است، چند تا نجار است، یکی دو تا معلم است و این حرکت شروع میشه. این حرکت شروع میشه به نام از این که استعمار انگلیس تخت شده ید و در پرلی از این که استعمار انگلیس تخت میشه حکومت اسلامی دیده ایجاد نصب شده و جا باشه. همه گپش دو مسئله است،
ترد استعمار انگلیس و استقرار یک حکومت اسلامی در مصر کار شروع میکنه. یعنی آدم گفته میتونه که این پیرو سید جمال الدین دوام دهنده حرکت سید جمال الدین منتها به شکل یک حزب منظم و با انزوا. کار حسن البنا شروع میشه و یک روز، دو روز، پنج روز، چند روز تیر نمیشه که تعداد افراد شامل حزب ازین بیش از 2 میلیون نفر، 2 میلیون نفر میرسه. 2 میلیون بوده نیست؟ 2 میلیون نفر. زمانی که در 2 میلیون نفر میرسه در حکومت است که با گذشت هر روز جلوه گرفتن میره. که در میفهمه که حسن البنا هر روز جمعه یک بیانیه میداده در یک میدان مصر. در هر بیانیه ازی قاهره در اون وقت هم 8-9 میلیون نفوذ داشته. در هر بیانی روز جمعه ازی بین 5 تا 1 میلیون نفر جمع می‌کنه. با این حرکت شروع شد. حرکت زمانی شروع میشه که کمونیسم هم در جهان حرکت شروع کرد. کمونیست‌ها دیگر تزار نیست، ایدئولوژی کمونیسم است پیش رفته. و این شروع میکنند در دو مقابله، یکی در برابر ایدئولوژی کمونیسم و دیگر در برابر انگلیس و امریکا. و خواهان چیز آمدن یک حکومت اسلامی در مصر و از او به بعد انکشافش در سراسر جهان. تمام مردم مسلمان فامیده و دانشمندی که در کشورهای مختلف بودند با دیدن این حرکت نحوی ارتباطات قائل بودند و با گذشت هر روز انگلیس واز خود در خطر بود و میبینه که این حرکت به سرعت پیش رفته. فانتون اینه که انگلیس جور کرده بود که در اوجا مثل پلیتکنیکی که روسا جور کرده بودن به ما و شما که در اوج افراد تربیه شوه و افکار کمونیستی افکار غربی بگیره. همین پانتونا را بعد از 2-3 سال اخوان المسلمین بگیره. دیگه در پانتون ایوازه که طرفدارای غرب زیاد شوه یا اکثریت خیلان آستا آستا در اردو شروع میکنه، در بین کسبکار شروع میکنه، در بین از هر شروع میکنه، در نقاط مختلف که از حزب اخوان المسلمین به سرعت مسلمی بگیره. گب در حدی میرسه که زمانی که مسئله اسرائیل مطرح میشه، جنگ با اسرائیل، حکومت ملک فاروق وجود داره. در جنگ با اسرائیل اخوان المسلمین میتونه که 10,000 نفر مسلح سو 10,000 مسلح. زمانی که 10,000 مسلح سو میتونه ایج است که انگلیس و امریکا و غیره متوجه میشن که در بین دولت ملک فاروق دو دولت، یک دولت از اخوان المسلمین 10,000 مسلح داره و یک دولت دیگه از ملک فاروق. و شروع میشه و این حرکت که میبینن این حرکت است که هم فکر داره، هم شمشیر داره، هم نظم نظام داره، هم به دنیای امروز تازه درک کرده. و یک حرکتی نیست مثل پیشوره که یک حرکت جهادی باشه تنها شمشیر و وقتی که نابود شده دیگه چیزی باقی نمانه. ایست که هم فکر است، هم قرآن است و هم شمشیر. هیچ است که شروع میکنند در زمان است. اولین بار دیگه که امروز ای اسناد کلش در وزارت‌های خارجه و در آرشیوهای کشورهای دنیا برآمده، علنی شده که فشار نره انگلیس سر ملک فاروق که آدم باید ترور کنه. اوج است که دیگه از روزها خود حسن البنا رو ترور میکنن و حزبش چند روز متوقف میسازن بعد اجازه پایدار میدن. یعنی کار شروع نشده که ملی گراها که ناصر بودن یا در مصر کودتا و قدرت در دست. زمانی که ملی گراها قدرت در دست میگیرن ناصر، اخوان المسلمین با ناصر رو برو. ناصر که طرفدار یک حکومت سوسیالیستی است، مثل که در افغانستانی که ما و شما بودیم کار میکرده، یکی به اصطلاح داوود کمونیستا بود. و ناصر نگوییم که کمونیست، ناصر کمونیست نبوده، مثل داوود بود. خب با روسیه در ارتباط، افکار ملی گرایانه زیاد. اینا یک دفعه که داوود در قدرت رسید در کابل، در برابر ما و شما قرار گرفت نگه. ما و شما در برابر از قرار گرفت. عین رقم در مصر که ناصر به قدرت رسید اخوان المسلمین در برابرش قرار گرفت. وقتی که قرار گرفت دیگه در اوج است که امریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان همه ناصر تشویق میکنن که ما با تو مخالف نیستیم، تو را قدرت نمیکنیم، شرطش که حرکت بسید. این حرکت ناگل بود، هنوز این حرکت در قدرت نرسیده، فکر پش که حرکت برسید شد. اوج است که بعد از یک سلسله آمادگی ناصر ترتیبات میگیره و حمله سر حرکت شروع میکنه و بدها و صدها نفر دانشمند از ایران میگیره، افرادش را میگیره، حزب منحل اعلان میکنه و ما و شما داستانهایش شنیدیم که گروه گروه برده و دیاره ایدان. و این حرکتی که آمده بود که آل حکومت اسلامی جور کنند یک دفعه دوباره میفته و مردمی که فکر میکنند دیگه این حرکت خلاص شد. مگر این حرکت دوجه خلاص نشده بود.
این حرکت افراد تربیه کرده بود. در خود مصر، در خود سوریه، در خود عراق، در پاکستان، در افغانستان، در او، در او، در کل جای این نگوییم که حرکت یک یک نفر تربیه کرده، این تو بگوییم که فکر مشابه وجود داشته. همین قسم یک فکری که در مصر وجود داشته دیگه همین قسم مثل فکر در پاکستان هم با وجود آمد، من تا تایی زیر دستی میدیست. همین فکر در افغانستان هم با وجود آمد و چون کلگی فکر مشترک داشتن ارتباطات پرشد. مثل مثال بگیم ترکی که در افغانستان در قدرت رسید کم نفر رفته بود در فاریاب که مردم بگه او مردم بخیزید من از حرکت اسلامی از پاکستان هم. مردم مسلمان بود، خودش فکر داشت، یک دفعه که دید که روسیه یعنی این آمد کمونیست ترکی در برابرش خیستن همون توشید یا نشد هیچ کس مبلغ نرفته بود. در پنشیر پیش از این که ما بیاییم در اینجا کار شروع کنیم مردم اگر بزنیم، مردم پیش از ما آماده بودش. زمانی که ما آمدیم دیگه مشکلی نداشت، مردم فقط همه کار داشتن یک کس باشه که جمعشان بود، دیگه فکر خودشان داشت. و به می ترتیب همی استعمار و ظلم و کفر و دیگه در کشورهای اسلامی در هر جای به این فکر شده بودن که رژیم باید سقوط کنه و گفتم دو راه این از این خاطر میگم که باید درس های بعدی ضرور است. یک راه فکر ملیت پرستی که ما برادر افغان هستیم، ما ترک هستیم، ما عرب هستیم، چرا زیر دست انگلیس باشیم و ما یک حکومت خود جور بکنیم؟ مگر نظام حکومت چی؟ اکثرا سوسیالیست، اکثرا چی؟ سوسیالیستی. مثلا و یک تعداد شکل غربی بوده، یک تعداد سوسیالیستی اکثر. عراق بیبی وقتی که میخیزه در برابر یه چیز قاسم در برابر انگلیس کودتا میکنه، حکومت شاهی رو چپه میکنه، خود چی اعلام میکنه؟ سوسیالیست. سوریه میره طرف سوسیالیست، مصر میره طرف سوسیالیست، لیبی که کودتا میکنه قذافی سر پاچا میره طرف سوسیالیست، بومدین امثالش که در مصر در برابر فرانسه در الجزایر کار میکنه میره طرف سوسیالیست. کلش نشنالیزم یکی، فکر سوسیالیستی دیگه میره. و متاسفانه متاسفانه مسلمان ها در هیچ جای نتانستن، در مقه کشورها که بوده مسلمان ها در هیچ جای نتانستن یوان کودتایی کنن این رژیمی ها را سقوط بتن و حکومت خودش انشاءالله تشریح کردن. در هیچ جای حرکت بوده، جهاد بوده، حزب ساختن، مبارزه کردن، مثل اخوان المسلمین طرف تلفات دادن، مگر حکومت چی کردن نتانستن؟ جور کردن نتانستن. افغانستان امان الله خان ضد انگلیس جنگ شروع میکنه، مگر حکومت اسلامی میاد؟ نه. مولا مشکالم که میخواد حرکت شروع میکنه، مولا مشکالم در قدرت نرسه؟ نه، عبدالرحمن خان. مردم در برابر انگلیس به نام چیز جنگ نکرده که به نام ملی. من یقین دارم فرد فرد مردم در اون زمان به نام خدا و شهادت جنگ کرده، مگر حکومت نداده امان الله. همونطور در تمام کشورها بدبختی عالم اسلام در نیست که در کل جای مردم به نام اسلام میخواد، مگر کلانات کافر هستن و نامسلمان و ملیت پرست حرکت هم میبرن طرف مسائلی میشن و مسلمان ها در کلی جای سرکوب میشن یا حرکت نمیتن. و این دو دلیل داره، و این دو دلیل داره. دو دلیل شی که خب خوب است که من شما پسار کنم، به نظر شما که در کل همی کشورها یک دفعه که زیر دست استعمار خود آزاد کده رفتن، الجزایر، لیبی، تونس، مصر، طور مثال عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، کلش که آمدن حکومت‌های ملی‌گرا جور کردن نه حکومت اسلامی، شما دلیل از این چی می‌بینید؟ در حالی که اصل مردم مسلمان، حرکت به نام خدا و رسول، مگر این دلیلش چی می‌بینید که او در یک کشور حکومت اسلامی کامیاب نمیشه و در کلش ملی‌گرا کامیاب میشه؟ دلیلش شما چی می‌بینید؟ خائنین مسلمان بگویم که رهبری بسیار قوی نداشتن به حدی، مگم قایدین مسلمان بد نبودن. طور مثال بگوید من میخود مهدی در سودان، تمام او آدم آدم صوفیه بود که تمام ملت سودان او را قبول کرده بود که مهدی آخر زمان اینمیست. فکر که یک ملت قبول بکنه یک نفر من حیث مهدی آخر زمان چقدر پداکاری بکنه؟ خوب قاید بوده که قم مردم را جمع کرده، مگم نتانست. خب یکی از گپاره تا مثال خودت میگوی که شاید که فکرت فکر مذهبی و دینی قوی داشته و سیاسی نداشته، دیگه چی دلیل؟ هر برادر دلیل بگوی که چرا این حالت آمد در عالم اسلام. یکی از گپا دست خارجی، دیگه
توصیه میدی قایدین مطابق به ذهنیت فکر مردم حرکت ندارن؟ یک تعداد که قایدین مطابق به ذهنیت فکر مردم حرکت نکردن، دیگه